پلیس لندن میگوید مهاجمان حملات اخیر این شهر میخواستند از یک کامیون هفت و نیم تونی در حمله استفاده کنند. مهاجمان به دلیل مشکل در پرداخت اجاره کامیون مجبور شدند از یک خودروی ون استفاده کنند. آنها بر روی لندن بریج در مرکز لندن چندین نفر را با ون زیر گرفتند و سپس با چاقو به مردم حمله کردند. در این حمله 8 نفر کشته شدند و نزدیک به 50 نفر زخمی. حسین آریان کارشناس مسائل بریتانیا از نیوکاسل روی خط تلفن با ما هستن. آقای آریان، جزئیات بیشتری حالا منتشر میشه در مورد این حمله، بمون از این جزئیات بگید و اینکه اصلا اصولا عملکرد پلیس رو تا حالا چطور میشه ارزیابی کرد؟ به نظر میرسه که این مهاجمان علاوه بر استفاده از ماشین و استفاده از کارت که به جان افراد محلی افتادند، برای موج دوم هم برنامه ریزی کرده بودند و شماری کوکتل مولوتف هم در ماشین خودشون گذاشته بودند که بعداً از اونها هم استفاده بکنند. به هر حال در کل واکنش پلیس بسیار عالی بود، برای اینکه در زمانی کمتر از 8 دقیقه واکنش نشون دادن. اینکه حالا چه اتفاق خواهد افتاد، اینکه پلیس و به طور کلی سازمان‌های اطلاعاتی در بریتانیا به فعالیت‌های خودشون خواهند افزود، تبادل اطلاعات را با کشورهای دیگر بیشتر خواهند کرد، آموزش به پلیس بیشتر خواهد شد، گویی که لندن دارای نیروی ویژه ضد تروریستی است که در حد SAS واقع در ارتش است و به نظر میرسه، گرچه آمار دقیق نیست، نزدیک به 600 نفر تک تیرانداز و پلیس ویژه در واقع هر روز در لندن در حال گشت هستند و مهمتر از همه برخی از کارهای ریشه‌ای است که بایستی دولت انجام بده و در این راه بایستی یک تعادلی برقرار بکنه بین در واقع آزادی‌های انفرادی و محدودیت‌هایی رو که قائل خواهد شد برای مبارزه و جلوگیری از حملات بیشتر در لندن و دیگر شهرهای بریتانیا. متشکرم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل بریتانیا از نیوکاسل که در تماس تلفنی با ما بودید.